من آقا ناصرم. آقا به همین زودی ما رو یادت رفت؟ بابا چقدر تو خنگی داش ناصر. جیپت، موبایلت، هروینا یادت اومد؟ آقا زنگ زدم ازت گلگی کنم. آخه نارفیق، مگه قرار نبود ما با هم دیگه رو راست باشیم؟ حالا دیگه 25-30 کیلو هروینا از ما قایم میکنی؟ تو کی میخوای با ما رو راست باشی آخه؟ شماره من از کجا گیر آوردی؟ ای بابا تو چرا اینقدر ضد حالی؟ دیدم زنگ نزدی دلم واسه تنگ شد، مجبور شدم شماره تو گیر بیارم. یه وقتی دلم زیادی واسه تنگ بشه اصلا با پلیس میام ویلاتون مهمونی. خب حالا چی میخوای؟ میخوام تلفن رو قطع کنم. میگم بیکار شدی تماس بگیر یکم بخندی. قطعش کن. ببینی آقا سمت، من دروغم چیه؟ آخه مگه من دیوونم که بخوام 35 کیلو جنس بالا بکشم؟ من که میدونم از این دست از سرم بر نمیداره. گوش کن بابک، من کاری به این کارا ندارم. خودم هم این وسط پام گیره. عظیم خان را برا میگه پس این جنسا چی شو؟ هر روز یه دروغی واسش میبافم. دیگه داره به هم شک میکنه. اگه تا دو روز دیگه سر بده اونمش خفتم میکنه. باز تا فردا از زیر سنگم شده جنسا رو به من تحویل بدی. فهمیدی؟ بعد قلقه میکنه، راه نمیاد، دوم به تله نمیده. چیکار کنم؟ واسه من قصه حسین کرده شب سری تعریف نکن. من ختم همه این حرفام. تو عشق یه پول مفت تو کلته. این فیلم ها رو برای من بازی کردی که بی در سر بی یه پول کلون برسی. بعدم بشینی بری شما بخندی. اگه تا فردا جنسا رو بهم تحویل ندی پی همه چیز مالیدم به تنم. صاف قضیه رو میسپارم دست عظیم خان. شیرفهم شد؟ چیکار کنیم بابک؟ چه میدونم با چه غلطی بکنیم. این بیشرف مثل گربه داره ما رو بازی میده. دستم بهش برسه سرشو میبرم. تو یکی خفه شو. تقصیر منه که با دو تا آدم دست و پا چلفتی افتادم تو این کار. خاک بر سرتون کنم. فرار کنیم از اینجا بریم. اوضاع خیلی بیریخته. مرده شور تو رو برم با اون عقل و شعورت. فکر کردی از این کسی که بشه باش موش و گربه بازی را انداخت؟ حالا چرا دقیقه داری تو سر این بدبخت خالی میکنی؟ میگه پام سر این جنسا گیر نبود بلند میشدم سر جفتتونم میباریدم. شما گوسفنده ارزه نگرداشتن یه ماشین رو نداشتین. بعد ادعای خلافیتون هم میشه؟ اون روز که اومدی دنبالمون فکر نمی‌کردی ما گوسفندیم. یادت چقدر حرفای سردمن یه قاز زدی که پولدار میشیم، صفا میکنیم، حال میکنیم. میدونی چی فکر میکنم فرات؟ من فکر میکنم همه این کارا زیر سر توئه. تو با این عوضی ریختین رو هم جنسه رو بکشیم بالا یا هم روش. نه این دفعه کور خوندید. این مثل دل دوزه قبلیتون نیست. این دفعه من نمیذارم. این دفعه به کارتون زدی پسر. دست تو من چیکار میکنی آقا؟ ولش کن اینو دیگه بیا بریم. خیلی خوب بابا که اینقدر ترسو نبودی. خیلی خوب بابا من ترسو هم. بیا بریم آقا. من میرم دم رودخونه تا یه آبی به دستورت هم بزنم. شما یه چرخی بزنید ببینید دور و برا خبری نباشه. همین کسی که این دور و برا نیومده ها؟ نه. همین مواظب همه چی هستی یا نه؟ آره بابا جون حواسم هست. همین میخوای تو بری پای مواظب باشی کسی نیاد من همینجا وایستم؟ آره چه دور همین صد رحمت به نیما. وقتی میگم حواسم هست یعنی حواسم هست دیگه. همین من خیلی میترسم. تو برنامه‌مون این قرارا نبود. بود امیر میدونه اگه بگیرنمون چی کارمون میکنن؟ تا آخر عمرمون باید آب خنک بخوریم گوشه زندون. میفهمی یا نه؟ میگیرنمون نه؟ میگیرنمون. میخوای برگردیم؟ آره؟ من بر نمیگردم. چرا؟ اصلا نمیشه برگشت. نمیشه. نمیشه. چرا اگه تو بخوای میشه برگشت؟ اصلا اگه بشه من برم نمیگردم. میفهمی یا نه؟ من دلم به چیزی خوش نیست که بخوام برگردم. میفهمی؟ من از این مملکت باید برم.
باید برم، میفهمی یا نه؟ نه میخوای برگردی؟ میخوای برگردی؟ نه. میخوای منو تنها بذاری امی؟ میگم نه. من به تو قول دادم من میمونم. رامین رامین جان کی بود؟ بیا بیرون من یه رو میکشمت. بیا بیرون. کی بود؟ تسلیم. آقا تسلیم. تسلیم رئیس جان. بریم آسر. بیا بریم خطرناکه. بجان دیگه ناسر. اومدم میکنی. نفر لو رفتی. اینا دیگه از کجا آوردی؟ قضیهش مفصل. دستگال جدیدتونه امیر؟ از آقا ناصر بپرس. اگه لو نرفتیم پس اینجا چی کار میکنی؟ مثل اینکه جدی جدی به خیال ما شدید. حق نداشته مثل بیام ویلا ببینمتون. خب نگران شده بودم. این نیما مخ ما رو خورده. از دست میپرسه چی شد چی نش. تو نمیفهمی اگه تعقیبت کنم بیام ویلا رو پیدا بکنن چی میشه؟ این چرا اینجوری حرف میزنه امین؟ تو غلط کردی نگران شدی. نمیفهمی اگه بگیرنمون چیکارمون میکنن؟ بهش بگو احترام خودش رو نگه داره. راست میگه دیگه، حقم داره نگران بشه. مگه اصلا قرارمون این نبود که بیاد اینجا؟ تو دیگه حرف نزن. میگم نباید میومدی، نباید میومدی. ما همچین قرارمداری نداشتیم. هر چی من بگم. چرا حرف زور میزنی؟ همینی که هست. دلم میخواد. دلت غلط کرده. حالا حالیت میکنم. خوبه. تو نسی نمیفهمی؟ مگه تو آدم حالیت نمیشه؟ تو اصلا آدمی؟ خودت تو میرفتی دم اینجا؟ تو اصلا آدم نیستی؟ خودت گفتی به تبر زده؟ اصلا آدمی؟ تو آدم حالیت نمیشه؟ اصلا آدمی که من حالیت کنم؟ آمین دیوونه اینجا نگیره اینجا نگیره اینجا نگیره اینجا نگیره یه سر بوکتون نقلتی ناصر هر بازی در این رامی چی شدی مگه؟ شما همه تون نامردین. فقط به خودتون فکر میکنین. اصلا نمیفهمی که من دارم بدبخ میشم. فقط ادای رفیقا رو در میاری. من به اون که هرچی داشتم واسه شما نامردا گذاشتم وسط. نامردای عوضی بدبخ. شما بیخیال. نیما چطوره؟ بد نیست. دیگه درد نداره؟ بیحال نیست؟ بعضی وقتا چرا؟ خیلی بیحاله. دکترش نگفت چشه؟ نه فعلا که چیزی نگفته. یه مقدار پول لازم داره. واسه چی؟ واسه دوا درمون نیما. حالا نمیشه آخرش با بیمارستان حساب کنی؟ دیگه پول کمپوت و شیرینی و میوه‌ش که اونا نمیده. خب وقتی نداریم نخوره میمیره. آره میمیره. تو میفهمی؟ همین امروز مرخصش کن. اوضاع ناجوره. میبریمش شهر دیگه. ترخیصش هم پول میخواد. یه چایی بخوریم من میرم ضبط این جیپ رو آبش میکنم. ضبط جیپ مال صاحبشه. ضبط که نمیذاری بفروشیم. کیفم که نمیذاری بقابیم. پس بگو یهو واسه دوا درمون نیما از عرق جبین پول درارم دیگه. ارزشو داری درار.
میدونی که عرضه همه کاریو دارم. آخرین بارت باشه با من اینجوری حرف میزنی ها. مثلا چی میشه؟ ناصر وایسا یه دقیقه. ناصر وایسا. یه دقیقه ضبط ماشین منو ببر بفروش. ضبط مال خودمه، 200,000 تومان قیمتشه. هیچ کسی هم حق نداره نذار. هیچ کی هم حق نداره به اون یکی توهین کنه. خیلی خوب ببخشید. ناصر جان میگه ببخشید. حال میکنم باهاتون. خنده داره؟ نه گریه داره. منتها من وقتی میخوام گریه کنم خندم میگیره. بریم بابا. مال ماشین خودمونه. آره جون احمد، تو به این کارش کاری نداشته باش. فیرو بگو. به کارم نمیاد. به سلامت. به کارتون که میاد، ولی ما هم حال نکردیم بهت بفروشیم. بعدو بریم کار. خوشم اومد. این کاره ای. این کاره یعنی چی؟ گفتم که مال ماشین خودمونه. دلم میسوزه که بعد لقمه رو داری از دست میدی. 200 تومن رو هوا میبرنش. حالا ناز نکن. آخرش چند؟ 425 تومن. به سلامت. به هر جا بری آدرس همینجا رو بهت میدم. پس قید فروششو میزنیم. چرا نفروختیش؟ دیدی که گفت هیچ جا ازمو نمیخرن دیگه. اون که آدرس هم داد همینو گفته بود. مگه نگفته بود؟ ازشون خوشم نیومد. یه کلک تو کارشون بود. من که میگم برگردیم بفروشیمش. فوقش این ازمون ارزونتر میخرن دیگه. نمیدونم شاید. آره فکر کنم. چی میگی خول شدی؟ کامی خوب گوش کن. سر کوچه که رسیدیم تو جون داری میدوی، فهمیدی؟ چرا؟ حرف نزن. بودو. وای تو. آدی. چی میخوان اینا؟ نابغه یا زفت میخوان. خودشون بدون نزن. وای تو ببینم. بچا بچا. بچا. من که گفتم ضبطو بهشون بدین. گوش نکردی. بچه یا فکر میکنی اگه ضبطو میدادیم ولمون میکردن؟ دیگه اینجوری لتو پارمون نمیکرد. عوضش وجدانم راحتی که کم نیاوردی. تو دیگه خیلی قدی بابا. با بعد کسی در افتادن بیچارهشون میکنن. ببین ناصر دیگه بیخیال، امروز اصلا حس کتک خوردن ندارم. مثل اینکه به ما نیمد نون حلال بخوریم. همینجا بشیم الان میام. کجا داری میری با این سر و وضعت؟ میام الان. ناصر نری سراغشونا. فکر کردی من شطورم؟ من اینجوری برم که تیکه بزرگم گوشمه که. Thank you.
امیر آمار ندیا، این دفعه دیگه خودش میزدن بیرون. تو که خودت امروز نزدیک بود بری. بس دیگه چی میگی؟ فیلم بود بابا. من که ترسیدم. با اینکه آفتین یه جورایی بهتون عادت کردن، دوستتون دارم یه جورایی. اومدی کامی؟ سلام. سلام. چرا انقدر دیر کردی؟ رفتم تو شهر یه دوری زدم اومدم. این چه جور دور زدنیه که کتکت زدن؟ کی گفته کتکم زدن؟ بادمجون پای چشه. آه اینو میگی؟ داشتم میومدم خوردم اون تیر چراغ برق جلو بیمارستان. خودت بودی باور میکردی؟ چیو؟ اون از رامین که دیروز اونجوری بود، اونم از اون پلیسی که با تو اومد تو اتاق. بچه هم که چند روز دیگه سر به ما نمیزنن. حالا تو هم بعد 4-5 ساعت اومده با این وضع. ببین با امیر دوام شد، پر روبازی در آورد، منم تو میخورد زدمش. نه حتما تیر چراغ برق بلند که زد پای چش تو. به جون کامی راست میگم. حالا لوس بازی در نگیار، آب میوه برات گرفتم. نمیخورم، میل ندارم. ممنون. خب بیا از این بیسکویت ها بخورم. خودتو لوس میکنی اینجوری میشه دیگه. بیا آب میبر بخور. آب میبر نمیخورم. یه لیوان آب برام بیار. پات چطوره؟ امروز عکس گرفتی؟ بهتره. خدا رو شکر. ببین عزیزم، ماشین تو رو مچاله و داغون کنار جاده پیدا کردن. من میخواستم علت حادثه رو بدونم. میتونی بگی چه اتفاقی افتاده؟ چیز یادم نیست. یادت نیست که تصادف کردی یا مثلا ترمزی چیزی بریده؟ نه یادم نیست. خیلی خوب، خودتو ناراحت نکن. حتما تو یه فرصت دیگه میام مزاحمت میشم. فقط اگه چیزی در مورد صحنه حادثه یادت اومد از طریق بیمارستان به ما اطلاع بده. فعلا خداحافظ. خانمم چطوره؟ الحمدلله بهتره. خیالت راحت باشه. زنده است؟ معلومه که زنده است. این چه حرفیه؟ میتونم ببینمش؟ فعلا نه، تو آی سی یوه. اما دکترش گفت تا 1-2 روز دیگه میشه دیدش. زنده است دیگه؟ آره زنده است. خیالت راحت باشه. فعلا خداحافظ. آمادیشو باید زودن اینجا بریم. چرا؟ قدمت بگیم. نگی نمیام. اگه نگی نمیام. به همون شک کردن. شاید بگیرنمون. تو از کجا مطمئنی به همون شک کردن؟ فعلا بی خیال. فقط اگه کسی تو را دیدمون خون سرد باش. تو خودت که بیشتر از من ترسیدی. جدی میگی؟ نه ترس نیست، استرابه. چه فرقی میکنه؟ سلام. سلام. سلام آقای دکتر. چطوری پهلوون؟ رو به راهی؟ بد نیستم، ممنون. بفرمایید آقای دکتر.
یه سی بی سی دیگه چک کنید. بله. جواب کشت ادرار و خونش رو پیگیری کنید. یه لام خون محیطی دیگه هم بگیرید. بقیه دستوراتش هم نوشتم اجرا کنید. بله. رژیم غذاییش هم باشه همون مثل اول. بله. حالش بهتره آقای دکتر؟ خیلی بهتره. نیما یه پهلوانی هم. پس دیگه مرخصه. یعنی به همین زودی از ما خسته شدید؟ مگه شما نگفتین حالش خوب شده؟ نه، من نمیگم حالش خوب شده. یه چند تا آزمایش انجام بشه بعد. آخه من با پدر مادرش تماس گرفتم، باید بریم تهران. من به اونا نگفتم نیما مریضه. من اگه جای شما باشم بهشون میگم. اگه بیان بهتره. شما یه لحظه بیاین اتاق من، کارتون دارم. چشم آقای دکتر، الان میام. نیما، تا من برمیگردم آماده شو. باید زود از اینجا بریم. زمین و هوا دارن بال بال میزنن. یه یارو بود، آره، یه هرکول آ پشت سر خفه شو. خیلی حتو گنده تر بود. ببین تو نمیدونه عین این پسر شجاع بود با اون یارو خرس گنده، خرس هر چی یارو خرس رو می‌زد هیچیش نمی‌شد. یعنی انگوش می‌زد 6 متر پرت می‌شد اون. یه همچین بلای خلاص سر اومد. پای چش عمرونه که انقدر فرام کرده بود. هیچ می‌زد اون وسط، من نمی‌دونم چیکارش. خلاص آقا تو می‌خورد خوردیم. دست چطوری در رفتیم؟ دست با چلوفتی که نیستیم که فرار کردیم. ولی به نظر من ها این ناصر حتی اگه زبتر هم فروخته باشه باز تا یک کیف از خلقالا نزنه روزش روز نمیشه. آه ناصر رو خوب شناختی. 6 نفر آدم واسه زبط 2300 تومنه دیگه ها، باور کنم. با مثل که تو اصلا تو باغ نیستی یا اون زبتر رو صاحب مغازه بالا میکشه. اونام پول گردن کلوفتیشون رو میخورن. یکی 5-6 تومنی میگیرن میرن رد کارشون. نظرتون چیه در مورد جنس ها؟ چطوره بفروشیمشون؟ جدی که نمیگی. حالا فرض کن که جدی گفتم. تو غلط کردی گفتی، فهمیدی؟ غلط کردی. فردا کلش وسط دریاست. ما میخواستیم یه زب بفروشیم، بچه زرنگمونو گرفتم به این روز انداختن. حالا بخواییم 25-30 کیلو هروئینو بفروشیم که کلکمون کنده است. کسی قرار نیست اون جنس ها رو بفروشه. شیرفهم شد؟ دیگه هم هیچ کس حرفشو نزنه. نه ترس بابا، 25-30 کیلو هروئینو نمیشه همینطوری فروخت. اصلا مشتریش گیر نمیاد. بیخیریش خودمون مونده. من میرم این دور برای چرخ بزنم. الو، خوبوش کن ببین چی میگم بابک. حال کردم جنسا رو به خودت بفروشم. معلومه که مشتریشو ندارم، وگرنه به تو زنگ نمیذارم که. یک کلام بگو اهل معامله هستی یا نه. ببین اگه بخوای روتو زیاد کنی قیدشو میزنم همه رو میریزم تو دریا. حالیته؟ حال نمیکنم اینجوری صحبت کنی. میخوای یا نه؟ باز که داری روداری میکنی تو. بچه که نیستم، میدونم اینجوری هم از سود ضرر میکنی. حرف آخر، آره یا نه؟ خیلی خوب، فکرتو بکن، تصمیمتو بگیر، زنگ بزن. چیه؟ آدم ندیدین؟ چرا؟ اینجوریشو ندیده بودیم. بابا داشتم سر کارش میذاشتم.
اینا دیگه کی هم به همه چی شک میکنن. چاکرتیم آقا بابک. این رامینم خله. اه علالزاده همین الان صحبتت بود. نه بابا میگم نصر تو مطمئن این جنس رو میشه به خودن یا رو بابک فروخ یا نه؟ چطور؟ هیچ یعنی خطر نداره؟ آب خوردن هم خطر داره، ممکنه بپره تو گلوت خفش، چه بزنه همچین کاری؟ پس یعنی نمیشه نه؟ کار نشد نداره رئیس. بالاخره که چی؟ میخوای بفروشیش یا نه؟ خواستن رو که میخوام، منظور هیچی بابا، همینطوری گفتم. پگی بشین. ببین ناصر، بعد اون تصادف ما دیگه نمیتونیم ماشین رو بفروشیم. میتونیم؟ درد سرش خیلی زیاد. آره ولی دیگه پول نداریم باش بریم خارج. پس میخوای تو سود جنسا شریک شی ها؟ هر کی یه سهم تو هم یه سهم. اگه تو وکیل دستی بقیه ای؟ ببین من باشون دست دادم، قرار شده همه با هم باشیم، نامردی هم نداشته باشیم. ولی من با کسی دست ندادم. بی خیال، پس همش مال خودت. پگی بشین. باش قبول. هر کی هستن؟ هر کی هستن. مرد و حرفش. داره شارژ میشه. با موبایلت کاری نداشتم؟ رفتم تو اتاق دیدم نیستی، نگرانت شدم. پس شرمنده. میگم امیر، تو اگه باباشی با این بگیر و ببندت یکی از بچه‌ها سالم از آب در نمیان. فکر کردی اگه موبایل کف بری همه چی حله؟ گفتم که واسه موبایلت نیومده بودم، نگرانت شدم. آره تو راست میگی. شارژش که تموم شد میرم تو اتاقم میخوابم که دیگه خواب نمانش. آشنای خوب و بچه‌ها
اگه بی روح نباشه جده هم معنی نداره. مگه میشه یه مسافر پا تو بی روح نذاره؟ چی میخوای؟ اون تو چیکار داشتی؟ کجا؟ دم اون خونه. کدوم خونه؟ خودت نزن به کوچه خاکی. خونه نگارینا رو میگی؟ نگارینا نه، خانم بنایی. جناب علی. اونش دیگه به تو مربوط نیست. بیا پایین ببین. اینا چون به تو مربوط نیست. ببین من برای خودت میگم. دور اینا رو خط بکش. اصلا تو کی هستی؟ ببین اینش فرقی نمیکنه. همین که گفتم. بچه میترسونی؟ بچه‌ها بزرگ مثلا فرقی نداره. اصلا گنده ترش هم حریفم. مراقبتون دنبال کارت. پشن نگا. اتفاقا پیش شر میگردن. چی میخوای بگی؟ ببین من الان خیلی کار دارم. این کارت منو بگیر، زنگ بزن شرکت با هم صحبت کنیم. کارت تو به رخ من نکش. اگه تو ماشین داری منم دارم، اگه موبایل داری منم دارم، پس بهتره دور نگار خانم خط بکشی. تو مثل اینکه حرف حساب صد نمیشه. بیرش دیگه به تو مربوط نیست. این که ببینم بابا هیچی رو بفروشی. چی میگی؟ وکت خبرته بلشون چیکارش داری؟ چیکارش داری؟ بشن اقیدن بیچاره از میکنم وقتی که این بند قواره آمار بکنه گند و خفشو میگم بریم تو هم بابا بریم بابا ماشینم اون بره خیلی حقش بود میذارم کمپوتش میکردم. حالا هم دیر نشده. بابا ول کن تو هم. به اندازه کافی خودمون دردسر داریم. من دردسر ندارم. یه درد دارم اونم اینجاست. خیلی خوب اونو فهمیدم. ولی به نظر من صلاح شما در اینه که گذشت کن. احترام نگار خانومو نگه داشتم. اگر نه میدونستم چیکارش کنم. میدونم ناصر جان میدونم. ولی جون امیر از این به بعد با کسی شوخی کن که یه وقت اگه من نرسیدم نزنه لتو پارت کنه. خنده داشت. نه گریه داشت. خودتو من هر وقت میخوام گریه کنم خندم میگیره. ولی دمت گرما به موقع رسیدی. داشت نفلم میکرد. دوتا داد زدم جا نزد. بچه سسور کم نیاورد. داشتم تعقیبت میکردم. اگه دم اون قهوه خونه وای نصد داد بودی حتما گمت میکردم. واسه خاطر جنسا دنبالم بودی نه؟ آره ترسیدم بری سراغ بابک. آخه به تو چه که من سراغ کی میرم سراغ کی نمیرم؟ فعلا دوست ندارم جنازتو تحویل بگیرم. هنوز لازمت داری. تو دیگه کی هستی؟ یه جا نگه دارم من پیاده شم. چرا؟ میخوام برم تو شهر یه گشتی بزنم. یکم اعصابم راحت شد. بشین میریم لبه دریا.
نه میخوام تنها باشم. اگه برم جنسا رو آب کنم چی؟ اون وقت منم مجبور میشم بیام با خاکنداز از تو بیابونه جمعت کنم. کجاست؟ جاش امنه. باید فکرشو میکردم. میدونی چیه؟ تو خیلی بچه باوشی هستی همین. منتها من یه خورده از تو باوشتر. بگو چی کارشون کردی؟ ریختمشون تو دریا. خودتی؟ جفتمونی. گفتم بگو کجا گذاشتیشون. یه جای دیگه چالش کردم. کجا؟ زیر یکی از همین درختا. کدومش؟ یادم نیست جون امیر. نگی میکشمت. اوه اینجوری نگو میترسم. ول کن دستو. ول کن. گفتم ده بگو چیکارشون کردی. ای بابا تو چرا اینقدر خشنی؟ ول کن میگم. خوبه منم بزنم. لباسمون پاره میشه بی خیال. دهن دست بزن. گفتم به من دست بزن لجن. چی گفتی؟ گفتم دست به من نزن لجن. فکر میکنی ناف منو با خلاف بریدن؟ نه امیر جان، اینجوری هم که فکر میکنی نیست. صد بار خواستم از راهش برم.
هر جوری رفتم خوردم به در بسته. تو چه میدونی من چقدر بدبختی کشیدم؟ به این در اون در زدم خودمو بالا بکشم، نشد. من کار داشتم، عشقم رنگکاری بود، کارم هم خوب بلد بودم، خوبم پول در بیاوردم. باورت میشه؟ استام دل دوست بود، وقتی فهمید دستشو خوندم بهم انگ دوزی زد، انداختم بیرون. بعدش هم تو صرف رنگ کارو چو انداخت که من دوزدم. باز خاطر همین دیگه هیچ کس به من کار نداد. تو بودی چی کار میکردی؟ آش نخورده و دهن سوخته، شبونه رفتم تمام دار و ندارش آتیش زدم. حقش بود، مال صغیر و کبیر رو بالا کشیدم. بعدش رفتم پیش بابام، راننده بیابونه، بهش گفتم میام بر دستت میشینم شاگردی میکنم یه چیز یاد میگیرم. گفت اگه ارزش رو داری برو خودت پول در بیار. گفتم اگه نداشته باشم چی؟ گفت برو بمیر. آخرش هم که از بد روزگار چشم افتاد به نگار، دلم رفت. رفتم خواستگاریش، باباش مثل سگ انداختم بیرون. حقم داره البته، بی کس و کار نیستم که هست، بی پول و پله نیستم که هست، سواد درست حسابی هم که ندارم شکر خدا. به چه دردشون بخورم؟ نمیدونم بالا، هر جور فکر میکنم میبینم شما یه فازتون کمه. اون همه خوشی رو ول کردین، خودتون رو انداختین تو لجن. با این حرفا نمیتونی کاراتو توجیه کنی. اگه خودت نمیگفتی واسه آدم زرنگ همیشه کار هست. وقتی الکی و بی خودی بهت انگ دزدی زدن میفهمی من چی میگم. هر کی گفتن دزد بعد بره دزدی کنه، تو نمیفهم. من خوب میفهمم، تو عقده داری، عقده پول، میخوای هر طور شده بهش برسی. اینایی هم که میگی فقط واسه خاطر اینه که خیال خودتو راحت کنی، وجدانتو آروم کنی. کلی آدم با این مواد به خاک سیاه میشینن تا تو به آرزوات برسی. این همه آدم با کثافت کاری خودشونو کشیدن بالا، منم یکیش. بله. به بابی جون، سلام علیک. مگه بابی چشه؟ خیلی بد میاد که. خیلی خب، حالا برزخ نشو، حرفتو بزن. چقدر؟ پس بی خیال، اصلا منصرف شدم. نه جون تو، اینجوری آبمون توی جونه میره. اصلا اون قضیه رو ولش کن. ببینم تو مگه شعور نداری؟ واسه چی یه نگاه به ماشینت نمیندازی؟ سر صبح بی خود و بی جهت یه تعویض روغنی ما رو انداختی تو خرج. چی گفتی؟ چی شد ناصر؟ فوش مادر داد. چرا دور زدی؟ نامردم اگه سرشو نبرم. به امید یه هوای تازه تر،
گفتیم از رفتن و خوندیم از سفر، میخواستیم مثل پرنده ها باشیم، آسمون رو حس کنیم را.